کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در 6 ولایت تکمیل شده است و در ولایت بغلان به دلیل مزاحمت ها تکمیل نشده. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند بازشماری در ولایت بغلان فردا تکمیل می شود. در همین حال دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل از لوی سارنوالی می خواهند که از ادامه کار محمد حنیف دانشیار یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل جعل اسناد مانع شود و او را زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد. در همین موارد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه ارگ 98 با من حارس جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان میرزا محمد حق پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آقای احمد فولاد همدرد، سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز، و آقای مهدی ناطقی، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. آقای حق پرست، بحث با شما آغاز میکنیم. جزئیات بیشتر در مورد روند تفتیش و بازشماری چی است؟ واقعا 6 ولایت تکمیل شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته جناب همدر صاحب، ته ناطقی صاحب، ته ټلویزیون ټولو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې یو مهم بحث ته مو وخت ورکړی. تر دې مهاله پورې لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، 28 ولایتونو کې په لومړي قدم کې تفتیش او باشماري پای ته ورسېدل، او د 28 ولایتونو د باشماري او د تفتیش گزارش هم د دارالانشا لخوا څخه و رهبری ته وړاندې سو، د رهبری لخوا څخه تایید سو، او د دې ترڅنګ و ولایتونه نور باقی مانده چې په هغه کې تفتیش او باشماري په لومړي مرحله کې ترسره سوي نه وه، او هغه 3000 محله چې موږ غوښتل تفتیش او باشماري ترسره کړو، هم د کمیسیون د شکایاتو د پلان مطابق او هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پلان مطابق، چې د و ولایتونو د جملې څخه شپږ ولایتونه نور هم لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې اشاره درلود تکمیل سوي دي. یوازې بغلان ولایت پاتې دی چې خوشبینو یې د سبا ورځې په جریان کې د بغلان ولایت تفتیش او باشماري هم پای ته ورسیږي. اما آنچه را که کمیسیون انتخابات گفته، دلیل تاخیر در ولایت بغلان مزاحمت ها، مشخصا این مزاحمت ها چی بوده؟ شد په دې برخه کې کمیسیون بیا هم د ټولو ناظرینو څخه غوښتي دي، د ټولو ټاکنیزو ټکټونو د ناظرینو څخه، چې تاسې د هغه مربوطه لایحې او طرزالعمل مطابق چې تفتیش او باشماري باید ترسره سي، دوی دقت وکړي، نه بې ځایه چې د کمیسیون د کارونو د خنډ لامل وګرځي. چې په دې برخه کې یو تعداد ناظرینو بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره قناعت کړی، او سبا موږ خوشبینو یو چې بدون د کوم مشکل څخه موږ د بغلان ولایت تفتیش او باشماري هم پای ته ورسو. او د څلور آن چې دلایل و مشکلاتی که به خاطر بسته بودن دروازه های ولایتی وجود داشت که ثبات و همگرایی آمد و اعلان کرد که هوادارانشان باید دروازه ها را باز بکنند، حال این مزاحمت ها از طرف کی است؟ کله چې جناب جمالزاده صاحب موږ عملی کار ته ځو د تفتیش او باشماري، یو د تفتیش او باشماري طرز العمل دی چې هغه لاره یا رهنما تاته کوي چې په څه ډول باید تفتیش او باشماري ترسره سي، او یو لایحه ده. دلته ځینې وخت سوی تفاهم رامنځته کیږي. کله چې موږ عملی کار ترسره کوو، د دې په خاطر یو تعداد ټاکنیز ټکټونه بې ځایه بې باوره کیږي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې. د مثال په ډول یو محل چې کله تفتیش او باشماري کیږي، دغه محل پر ریزلټ شیټ باندې، پر همدارنګه پر بایومیټریک باندې، یا پر لیست رای دهندگان باندې بې ځایه شک و تردید ایجادیږي، چې دغه خپله یو نوع مزاحمتونه دي، او د دغه ملي پروسه د خنډ سره مخامخ کوي. په دې برخه کې موږ پوره وضاحت دغه ټولو ناظرینو تور کړی دی، هم د لایحې مطابق او هم د طرزالعمل مطابق چې موږ د تفتیش او باشماري ترسره کوو، او هم لکه څنګه چې تاسو شاهدان یاست کمیسیون څو ځله دا اعلان کړی چې موږ ته یوازې معتبرې رای د بایومیټریک دي، او په دې برخه کې طرزالعمل هم مشخص کوي. یو مسلې ته چې بل هم زه اشاره کوم، څلور ولایتونو د باشماري او تفتیش نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسېدلي. همدا اوس هم زه چې ساسو سره خبرې کوم، د مرکزي دفتر کارمندان پر دې باندې کار کوي چې دا ټول ډاټا سیسټم ته داخل کړي،
او پنیوی افتی کی احتمال موجود دی چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء لخوا څخه یو عمومي گزارش د څلور دی شو ولایتونو چې لومړی مرحله تکمیل شوی د وو ولایتونو د وو ولایتونو نور گزارش بم رهبری توړاندې کیږي او د رهبری د تایید وړ چې کله وګرځي دا غت خو ورسته موږ بل مرحله لرو چې هغه د ابتدایي نتیجې اعلان دی چې نور قانوني ټول پړاونه تکمیل شوی دی او موږ به زو د ابتدایي نتیجې د اعلان برخه ته تشکر آقای ناطقی در حال حاضر روند بازشماری هم قرار است تکمیل شه و آنچه را که آقای حق پرست گفتن چهار ولایت رسیده و قرار است سه ولایت دیگه هم برسه به فردا یا دیگه فردا حال ارزیابی شما چی است؟ مورد قناعت شما است روند بازشماری و تفتیش یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با عرض سلام و احترام به شما مهمانان محترم و بینندگان گرامی بازشماری هفت ولایت زمان آغاز شد که جمعه شب گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری جناب دکتر صاحب عبدالله با اکثر شور و مصلحت های به این نتیجه رسیدن که اجازه باشماری به هفت ولایت داده شود. دلایل اجازه دادن به باشماری هفت ولایت مختلف بودند، از جمله نشست مشترکی که از طرف کمیسیون سم شکایات برگزار شد با حضور نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر بین المللی. در این نشست یک فضای اعتماد به وجود آمد که اونا در اخیر یا در یک جمله اعلام کردند که اونچه که مدار اعتبار هست و اونچه که ضابطه فیصله ما قرار بگیرد آرای بایومتریک شده هستند. وقتی که یک قاعده کلی و یک فرضیه کلی را اونا ارائه کردند که در واقع امو 300 هزار رایی که هنوزم سرنوشتش مشکوک است، مبهم است، ای را هم دربر میگیرد، یعنی حتما مورد تفتیش قرار میگیرد و آرای خارج از زمان هم باطل می شود. و عوامل دیگری هم که وجود داشت این بود که تیم دولت ساز، تیم ثبات و همگرایی را متهم می ساخت که این هفت ولایت را که با گروگان گرفته به خاطر این است که بیشترین تقلب از طرف تیم ثبات و همگرایی اونجا شده، حالا با گروگان گرفته نمیگذارد که مورد باشماری قرار بگیرد. یک طرف قضیه، حالا گفتیم بیایم باشماری شود، رو شود، آفتابی شود، قضیه کاملا مشخص خب در حال حاضر نزدیک است که روند کامل میرسیم به مورد قناعت شما است و پاسخ شما میرسیم و بعدش هم از باب حسن نیت یا از باب وجدان این که مدت 32 روز شده در این هوای سرد مردم در زیر خیمه سپری کرده دیگر ایجاب نمی کند، باید اجازه داده شود تا اینکه مورد باشماری قرار بگیرد. خب این اجازه دادن باشماری در هفت ولایت در واقع نمایندگی از 27 ولایت نمی کند و هر گونه گنکاری و نتایج خلاف قانون، طرز العمل، لایحه‌ای که اونا بدون حضور ناظرین تیم ثبات و همگرایی انجام داده قابل قبول نیست. پس درست است که 6 ولایت نهایی شده یا حالا هر قدر ولایتی که مانده که هنوزم گزارش نهایی به ما نرسیده، این 7 ولایت برای ما قابل قبول است، مورد پذیرش است. حالا ما بیایم که این 7 ولایت را بگیم که نمایندگی از 27 ولایت میکنه، در واقع اونم سالبه به انتفاع موضوع است که منطقیون میگه معنایش این است که ما اصلا معنی موضوع باشماری را تحریم کرده بودیم، یعنی روند باشماری در حال حاضر که در 27 ولایت تکمیل شده گزارش رئیس روند باشماری 27 ولایت برای ما قابل قبول نیست. شما نمیپذیرید این برای ما قابل قبول نیست که در واقع گفتیم برگشت به امو سالبه به انتفاع موضوع میکنه که اصلا ما موضوع را نمیپذیرفتیم. از لحاظ قانونیش اگر ما بیایم بررسی بکنیم که یا لایحه و طرز العملی که مربوط کمیسیون سم شکایات میشه یا مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه، زمان باشماری هست که سقف آرا مشخص شود و 300 هزار رایی که مشکوک است هنوزم سرنوشتش مشخص نیست اون معین شود، بعد خب با باشماری پس بنابر این ما نتیجه باشماری هفت ولایت را قبول داریم، ولی این نمایندگی از 27 ولایتی که بدون حضور ناظرین تیم ثبات و همگرایی صورت گرفته قابل قبول نیست. از جمله نمونه و یک قرینه را ما خدمت شما عرض بکنم که فیفا و تفا هم گفت اولین نقض کمیسیون مستقل انتخابات ای است که تقویم را نقض کرد و در روند باشماری کمیسیون مستقل انتخابات هم شفافیت به نظر نمی رسد. پس اینا قرائنی هستند. حالا اگر ما بگیم که تیم ثبات و همگرایی زینف هستند، اونا که زینف نیست، اونها یک نهادهای ناظر منصف عادل هستند که آمد گفت در روند باشماری انصاف یا شفافیت رعایت نشده. تشکر. پس معنایش این است که چگونه ما بیایم قبول بکنیم ایرا. تشکر آقای همدرد. در حال حاضر با در نظر داشت نگرانی هایی که دولت ساز داشت مبنی بر میزان بلند تقلب در هفت ولایت باقی مانده از سوی ثبات و همگرایی، حال این نگرانی های شما برآورده شد؟ تشکر. عرض سلام به شما و جناب اخبار است و ناطق سیاه و همه دوستای معزز.
تیم دولتساز از آغاز انتخابات از روند بازی تا هنوز تمام طرز العمل و مطابق لوایح و قانون انتخابات و با ای اتکا کردن و آن چیزی که فیصله هایشان مطابق قانون در کل با ای باورمند است و تا این دم رعایت بازی را قاعده بازی را رعایت کردن و تا این دم پیش میریم. اما بنابر یک سلسله تیم هایی که امروز ما مشخص هویدا واضح میبینیم علیه کمیسیون و علیه کمپانی و علیه کمیشنرها و یا مثلا کارمنده انتخابات مثلا اعمال صلاحیت میکنند فرمایش میتن و ای به ما واقعا نگران کننده است. چرا گپ از تقلب میشن؟ تقلب چی ضرور است که در ستادها در فیسبوک ها مردم و در مثلا در مجالس گفته شود؟ چرا در مرجع رسمی که کمیسیون سم شکایات هستند اونجا چرا گفته نمیشن؟ من متاسف هستم نمیفهم چرا. اگر واقعا ما در کل مردم افغانستان در سختترین شرایط واقعا در حالت بسیار بحران و در یک نامنی بسیار واقعا قابل تشویش به پای صندوق های رای رفتن، امروز سخت بیدرنگ انتظار نتیجه رایشان را دارن. نمیشه که با تیم فرمایش تیم های مشخص ما امروز مثلا روند کمیسیون به کندی پیش برن و یا مثلا هر نوع کارهایی که نه در طرز العمل نه در طرز العمل و در قانون انتخابات هستن فراتر از قانون مثلا خواسته هایشان و اعمال صلاحیت علیه قانون انتخابات و ما قابل قبول نیست. مردم افغانستان هر چی عاجل باید نتیجه انتخابات به مردم افغانستان شریک ساخته شود و امروز ما کمیسیونی که شما شاهد هستین توسط جامعه جهانی و توسط در کل قابل قبول بودن تا دیروزه، اما نمیفهم چرا امروز یک تعداد ستادها به بهانه های مختلف مستقیم امروز مثلا در حال تاخت تاز هستند که نه امروز کمیسیون قبول دارن و نه در ملوک قبول دارن و نه کمیسیون شکایات و نه همچنان روند بازشماری در کل. خب در حال حاضر همان چرا که آقای ناطقی گفتن نتیجه بازشماری 27 ولایت اونا نمیپذیره، فکر نمیکنین باز هم این بنبست ادامه خواهد داشت؟ بازشماری مطابق طرز العمل و مطابق قانون انتخابات مشخص هستند که باید حقشان بود نظر به شکایات ستادها باید بازشماری صورت میگرفت. اما اینا که نپذیرفتنشان نمیفهم با اینا مطابق قانون کدام قانون است بهتر است وضاحت داده شود. و اگر شما کمیسیون تمام ستادها را در جریان گذاشته بود روز بازشماری چرا نرفتن؟ خودشان عمدن ترک کردن، اینا را کسی مانع نشدن تا این دم. وقتی که نرفتن به خاطر فرمایش یک تیم مشخص نمیتوانیم ما مثلا 3-4 ماه دیگه پروسه را به تعویق بندازیم و امروز پریشانی باعث افزایش پریشانی مردم افغانستان شاییم. تشکر آقای حق پرست. بحث 27 ولایت موردش چی میشه؟ ثبات و همگرایی آنچه که صورت گرفته از طرف کمیسیون مستقل انتخابات میگن که ناظرین ثبات و همگرایی حضور نداشتن و بر ما قابل پذیرش نیست. خب اول خود خواهش ما ایست که ما همین تناقضی که در صحبت داریم در اعمال خود داریم را از بین ببریم. به طور مثال جناب ناطقی صاحب اشاره داشت که ما مصلحت کردیم. آیا مصلحت مهم است یا تطبیق قانون یا قانون به شما مهم است؟ یک بار میگفتی که ما تطبیق قانون میخواهیم و باز گفتی که ما مصلحت کردیم. مسئله دومی است که در ارتباط 300 هزار آرا پیام کمیسیون و همچنان دیدگاه کمیسیون بسیار واضح است. ما به چند کتگوری را تقسیم کردیم. کتگوری اول 137 هزار بود که مطابق طرز العمل تفتیش و باشماری، مطابق لایحه تفتیش و باشماری و همچنان فیصله کمیسیون مستقل انتخابات و نامه رسمی دارملوک که به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و همچنان به تیکت انتخاباتی ما 137 هزار درج سیستم یعنی درج دیجیتال سنتر ساختیم با حضور داشت ناظرین که ناظرین تیم ثبات و همگرایی هم حضور داشت. اما ثبات و همگرایی این مورد نمیپذیره. اجازه بده. مسئله دوم 132 هزار است. در ارتباط 132 هزار نامه رسمی کمپانی دارملوک موجود است که ما به شما تضمین کرده نمیتونیم. به کمیسیون میگه که به شما تضمین کرده نمیتونیم که آیا 132 هزار آرا ای اوت آف تایم است. 102 هزار ای اوت آف تایم که است ما تضمین کرده نمیتونیم که ای حقیقتا اوت آف تایم است
یا سهوان. یعنی روزی اول هم که ما امرای دارملوک کمپانی دارملوک از طرف احزاب سیاسی و همچنان مسئولیت داشت با کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرده، گفته که در کل نکات کشور اینترنت موجود نیست و ما نمیتونیم که تایمش با شما تضمین کنیم. در این عرصه وضاحت موجود است. تشکر اقپرسی. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او ادامه میتیم. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید. خب آقای حق پرست، آیا امکان بازشماری مجدد در 27 ولایت وجود دارد چون مورد پذیرش ثبات همگرایی نیست؟ میخواستم با امی جمله هم بیایم. کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت پلانی خود که باید بیشتر از 8000 محل تفتیش و بازشماری میکرد در کل کشور و در 34 ولایت بود، کمیسیون ای پروسه را آغاز کرد و در وقتی که ما این پروسه را آغاز می کردیم چند روز پیش ما یک اعلامیه را رسما به نشر رساندیم و همچنان همراه تیکتای انتخاباتی صحبت کردیم که ناظرین شما در 34 ولایت باید حضور داشته باشد تا ما این پروسه را تطبیق کنیم. بدبختانه که او وقت هم تیم صحبت و همگرایی گفت که این تفتیش و باشماری مطابق طرز العمل نیست و بر اساس آرای بایومتریکی نیست. ما نمیخواهیم که حضور داشته باشیم و این پروسه را تحریم کرد. فعلا قما کدام در این شیوه با شماری و تفتیش هیچ تغییر نآوردیم. با همون طرز العمل، با همون لایحه ما میریم به طرف تفتیش با شماری هفت ولایت. یعنی این با شماری که انجام شده بر اساس طرز العمل کمیسیون انتخابات؟ بله، با شماری 27 ولایت که انجام شده با اساس طرز العمل مشخص و لایحه مشخص تفتیش با شماری. بالاتر از 8000 محلی که تفتیش با شماری شده در 34 ولایت بازگشتش ممکن نیست. از لحاظ قانون کمیسیون هم نمیتونه که دوباره برای بازشماری و تفتیش مجددن و همچنان اگر کمیسیون مستقل شکایات دوباره یک پلان داشته باشه اما در محلاتی که تفتیش و بازشماری شده باشه ممکن نیست. در محلات و مراکز دیگر اگر کمیسیون شکایات خواست و توقع داشته باشه از کمیسیون مستقل انتخابات که باید تفتیش و بازشماری انجام شود، کمیسیون در این مشکل نداره، میره به طرف تفتیش و بازشماری در یک تعداد مراکز و محلات دیگر. اما بازشماری مجدد در 27 ولایت ممکنه؟ در 27 ولایت در محلاتی که یک بار تفتیش و بازشماری شده و در ارتباط اندازه یا سقف آرا که اونا اشاره داشت، این خو معلوم شد. کمیسیون یک بار اعلان کرد. خب انتقاد شما، انتقاد اونا بیشتر روی امو 300000 رای است که شما به شکل انفرادی چند موردش گفتین. گفتیم و اندازه آرا و همچنان چت ارکام ما معلوم کردیم. یک بار در مرحله اول تخمینی بود که هم امرای مردم افغانستان شریک شد، هم امرای تیکت های انتخاباتی. مرحله دوم معلومات بایومتریکی بود که ما اعلان کردیم. مسئله دوم، اونا جناب ناطقی صاحب اشاره داشت که کمیسیون مستقل انتخابات تقویم نقص کرده. کمیسیون تقویم نقص کرده یا یک تعداد تیکت های انتخاباتی نقص کرده؟ به طور مثال وقتی که ما پس از روز انتخابات تقریبا 15 ولایت دروازه ولایتیش بند شد، چند روز باز گفتگو صورت گرفت، مذاکره شد که تقریبا از 15 ولایت باز ارکام اخیریش هم 7 ولایت بود که باقی مانده ماد. این مزایمت ها از طرف کی بود؟ کلفی که ادعا شد که کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات شکست که یک سالون کلان بود، دو سه چهار اتاق دیگه بود، هیچ نوع صدمه به سیستم یا مثلا با مسائل مهم با کمیسیون نرسیده بود، اما یک ادعا بود. چند روز بود که این پروسه توقف پیدا کرد. مسئله دوم، سومش، در این 7 ولایت که دروازه ولایتی و همچنان گدامایش بسته شد از طرف کی؟ این خودش اگر کمیسیون مستقل انتخابات تقویم نقص کرده با اساس یا دلایلش که نقص شد، دلایلش ای بود که یک سلسله مزایمت ها و همچنان یک سلسله مشکلات ایجاد شد که او مشکلات و مزایمت ها هم از طرف تیکت ها انتخاباتی بود. تشکر. پیام واضح کمیسیون مستقل انتخابات در جمله اخیر میگم که به تیکت ها انتخاباتی و همچنان به همه طرفایی که مستقیم و غیر مستقیم در این نظام انتخاباتی همراه کمیسیون مستقل انتخابات است، ایست که ما میریم به طرفی اعلان نتایج ابتدایی. اگر احیانا در نتایج ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات عدالت تامین کرده نبود،
با شما مطابق قانون میتونه که تشریف ببری به کمیسیون شکایت و کمیسیون شکایت با حضور داشتی ناظرین تکتا انتخاباتی احزاب سیاسی و همچنان با نظر داشت قانون انتخابات قانون اساسی اونا اجرات خود میکنه و فیصله اخیر با کمیسیون مستقل انتخابات روان تشکر میکنه. آقای ناطقی موارد را که آقای حق پرست گفتن میپذیرین که عامل نقض قانون هم که بحث تقویم شما اشاره کردین مزاحمت های خود ثبات و همگرایی بوده که ببینید از ابتدا تا هنوز خواستی ثبات و همگرایی مطالباتش مشروع و قانونی بوده مطابق لایحه مطابق طرز العمل مطابق اون چی که قانون اساسی ایجاب میکند ایشان حرف از همینطور آقای همدرد که تمام فیصله های کمیسون مطابق قانون بوده و ایشان همین رقم میگه که ما ابتدا به صورت تخمینی گفتیم و همینطور آقای دانشیار در نشست مشترکی که در کمیسیون مستقل انتخابات بود بر اساس حدس و گمان میگفت سهو میگفت شاید خطا صورت گرفته باشه اینمی را یک ماده قانونی بیای مشخص بکنه که بر اینمی اساس ما آمدیم فیصله کردیم یک طرف قضیه ماده 33 قانون اساسی با ماده 19 قانون انتخابات هر دویش در تعارض است یا اینه که آمده مشخصا تخصیص داده ماده 33 قانون اساسی به صورت عموم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را میگه و ذیلش میآیه میگه شرط استفاده و طریق استفاده مطابق قانون دیگه مشخص میشه قانون دیگه کدام است قانون انتخابات است خب قانون انتخابات ماده 19 فقره 2 مشخصا معیار بایومتریک مشخص میکنه خب اینا بیایه یک ماده حقوقی یک ماده قانونی را در رابطه با 102000 رای مشخص بکنه در رابطه با عمو 70000 یا کمتر و بیشتری که عکس از روی عکس یا عکسای تکراری بوده و 137000 رای که قرنطینه شده بوده و بعد از اینه که اطلاعات عمومی در سرور مرکزی رفت اینه که مستند میکنه اینها به شرکتی در ملوک شرکتی در ملوک مگر حاکم هست مگر حکم میکنه حکم مشخص میکنه اون میایه بحث تکنیکی خود مطرح میکنه خود بحث تکنیکی خودش یک موضوع است وقتی که موضوع مشخص شد اون چی که قانون آمد ایجاب میکنه مطابق او حکم صورت میگیرد خب اجازه بده در رابطه با یک موضوع دیگه در رابطه با فیصله 104 قانون چی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات آمده صورت گرفته آمده در 500 و چند محل گفته که اگر تفاوت بیشتر از 5 رای باشه بیشتر از 5 رای باشه بین معلومات بایومتریک و فرمه مندرج نتایج ما این را مورد تفتیش و باشماری قرار میدیم و اگر کمتر از او باشد حتی مطابق اون چی که در اون فیصله آمده یعنی 5 رای اگر باشه 5 رای اگر باشه ما مورد تفتیش و باشماری قرار میدیم آیا این نقض صریح و نص ماده 61 قانون اساسی افغانستان نیست در اونجا میگه 50 به علاوه 1 یعنی یک رای سرنوشت ساز است وقتی که 500 چند محل را آمده 500 چند محل را ضرب 5 بکنیم نزدیک به 4000 رای میشه این 4000 رای اینا کجا میکنه این نقض قانون نیست خب این خلاف قانون نیست کجاش جناب اجازه بدید آقای جمال زاده خوب است آقای حق پرست است ما اجازه بدید ما پرسشم اینجاست پرسشم اینجاست که آقای حق پرست اشاره کردن از مو ابتدا اگر شما اعتراض کرده بودین اگر یاد شما باشه مسئولین کمیسیون انتخابات بارها آمدن و تاکیدشان بود که عملکردشان بر بنیاد قانون و بر بنیاد طرز العمل حال ثبات و همگرایی ظاهرا در یک عمل انجام شده قرار گرفته کمیسیون هم نتیجه را اعلان میکنه چی میکنه ما هیچ در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفتیم خب اینها یک عمل اجازه بده خانه گفت در صورتی که بازشماری 7 ولایت تکمیل شود نتایج ابتدایی را اعلان میکنه خب نه ببینید ما در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفتیم ولی عمل خلاف قانون را اینا انجام داده فیصله های خلاف قانون را انجام داده ما را در مقابل عمل انجام شده یعنی خلاف قانون آمده قرار داد اجازه بده شما خب شما در برابر یک عمل خلاف قانون هم اگر قرار دارید چی میکنید اینا میگه که شما برید در کمیسیون هستم شکایت در کمیسیون هستم شکایت خب اینا اصلا همین قاعده حقوقی را ضوابط حقوقی را فقط میای منطوق ماده را نگاه میکند مفهوم موافق مفهوم مخالف اون چی که مورد تحلیل میشه مورد اینا بلد نیستن اگر مداخله خب میشه ما یک اجازه بدید ما اجازه همین 27 در نوبت خود صحبت آقای حق پرست در نوبت خود صحبت 27 آقای حق پرست در نوبت خود صحبت نکردیم در نوبت خود صحبت بکن من مداخله نکردم بفرمایید خب ما تخلف هر کسی که مرتکب یک خلاف میشه مرتکب یک جرم میشه شاکی خب برد در نهاد مربوطه شکایت بکنه
خب مربوط لوی سرانوالی میشه، مربوط سر محکمه میشه، اما تایی براوند قانونش بله مطابق این درست است. ما حرف آقای حق پرست قبول داریم، اما یک تخلف مشهود داریم، یک جرم مشهود داریم که اینجا شاکی مکلف نیست که گزارش بده. اینجا هر فرد ملکی که اونمو تخلف مشهود، اونمو جرم مشهود که میبینه باید در پلیس گزارش بده. ما پیش از اینی که اجازه بدید با شماره اینا بره، تخلف مشهود اینها را در رابطه با یک با 300 هزار رای، در رابطه با اینه که سقف آرا مشخص نشده، به قول خودش که به صورت تخمینی آمده ما یک بار مشخص کردیم، تخلف مشروط بود. لازم نبود که ما بریم در کمیسیون سر شکایت اینجا اعتراض بکنیم. یک پرسش دیگه ایره که آقای متاسفانه خلاف قانون، یک پرسش مطرح کردن که نمیشه که کمیسیون به خواستهای یک ستاد مشخص انتخاباتی بیایه هر اقدام را که این ستاد خواسته باشه انجام بده. و یک موارد دیگه هم که اشاره کرد، ظاهرا اشارهشان به می نشست امروز ثبات و همگرایی بود که از لوی سرانوالی خواست تا محمد حنیف دانشیار از ادامه کار باز بداره و مورد پیگرد قرار بده. چرا چنین کار باید شد؟ ببینید، ما هیچ وقت فرمایش یا دستور خلاف قانون نداده. ما اینمال آقای همدرد هست، آقای حق پرست هست، مردم هم ببیند، سایر نامزدان انتخابات رئیس جمهوری هم ببینن، اتحادیه حقوقدانا هم باشه، جامعه مدنی هم باشه، کمیسیون سمی شکایت هم باشه، کمیسیون مستقل انتخابات هم باشه، فیفا و تیفا هم باشه، بیایم یک جلسه مشترک بیایم مشخص بکنیم بر بنیاد حقوقی، بر ماده قانونی توجیه حقوقی، توجیه تکنیکی خود داشته باشیم. او وقت هر چه توجیه تکنیکی و هر چه توجیه حقوقی ایجاب کرد ما میپذیریم. خب در نشست مشترکی در کمیسیون مستقل انتخابات خودشان دو ساعت دو نیم ساعت میای صحبت میکنند، اما وقتی که نوبت نمایندگان مورد 3 دقیقه فرصت میدن، یعنی حوصله ندارد. در رابطه با آقای دانشیار، بله در رابطه با آقای دانشیار، اینا خب شاید به اینا برخورده باشد که چرا از مجرم حمایت نمیکنید، چرا کسی که در اسناد تحصیلیش تصویر کرده چرا حمایت نمیکنید؟ ما حمایت نمیکنیم. خب کار نداریم که زنف هست نیست، به کدام طرف هست، منصف است، عادلانه است، اینو ما کار نداریم. خب این ما آمدیم وقتی که در لوی سرانوالی نه تنها تیم ثبات و همگرایی، صلح و عدالت اسلامی، امنیت و عدالت، اینو این کنفرانس خبری گرفتن، استنادات دارد، ماده 12 قانون انتخابات است، ماده 15 قانون انتخابات است، ماده 16 قانون انتخابات است که ماده 12 قانون انتخابات آمده گفته که کسی که با عنوان عضو یا با عنوان کمیشنر گزینش میشه حداقل 35 سالگی را طی کرده باشد. اون چی که اطلاعات روز بیرون داده، ایشان در مراسم تحلیف 35 نبوده، 34 ساله. اجازه بدید من تمام بکنم. کوتاه. خب ماده 15 قانون اساسی میگه کسی که خب امو متن تحلیف را آمده مشخص کرده، اون چی وظیفه ای که با ما مشخص شده مطابق قانون اساسی، قوانین نافذه کشور، ما مطابق او ایفای وظیفه میکنیم. پس وقتی که میاد تعهد به قانون میده، یعنی نقض قانون است. ماده 16 قانون انتخابات چی میگه؟ ماده 16 قانون انتخابات هر کسی که در اسنادش تصویر کرده باشد مورد عزل قرار میگیرد. خب یک تعداد آمده میگه خب از قوم خودم هزاره هستن، میای میگه که خب چرا خودزنی میکنید؟ تشکر. خب مجرم وقتی که باشه، بازم فقره 3 ماده 16 مشخص کرده بر اساس جنسیت، بر اساس قومیت. تشکر. تشکر آقای ناطقی. یعنی دانشیار مورد پیگرد قانونی بگیره، 1000 دیگه جایگزینش میاد. ما از لوی سرانوالی بازم از امینجا صدا میزنیم، تاکید میکنیم که مطابق ماده 437 کد جزا و مطابق ماده 147 کد جزا که مجازاتش را حبس متوسط و حبس متوسط بیشتر از یک سال تا 5 سال مشخص شده، در صورت اثبات، نه اینکه ما میگیم که تشکر ثابت تشکر شده. در تشکر صورت آقای ناطقی. بینده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای همدرد، مواردی را که شما گفتین که ثبات و همگرایی فرمایشات و دستورهای به کمیسیون انتخابات داشته و عملکردهای خلاف قانون، اما آقای ناطقی گفتند که فرمایشات خاص از کمیسیون نداشتند و تمامی اعتراضات را که اینا انجام دادن در مطابقت با قانون بوده. اگر اینا واقعا هر نوع عملکردشان واقعیت امروز که مثلا مانع شدن بازشماری که مطابق قانون باشه، قانون انتخابات و ماده 86، 30، 86 و 94 مشخص هستند که تفتیش یعنی به بازشماری و ابطال آرا مطابق قانون است، اما امروز مانع شدن این از اینا نمیفهم مطابق کدام قانون است که طرز العمل زیر پا گذاشتن.
عدول از قانون فراتر از تقلب است. امروز ما و شما شاهد هستیم که در هر نوع موارد میگن که کمیسیون جلسه مشترک بگیریم. چندین جلسه گرفته شد. تمام نهادها، سازمانها، جامعه مدنی، رسانه‌ها، کمیسیون‌ها، ستادها همه قبول دارن. تنها تیم مشخص امروز داد از تقلب میذارن. همان تیمی که در 2014 ما و شما شاهد بودیم، کسایی که در عمق تقلب بودن امروز همه جمع شدن در تیم همی امروز که همون تیمی که صدا از تقلب بلند میکنن. این یک چیز واضح از مردم افغانستان تقلب کیا کردن. اما وقتی که مثلا چنین در دروازه های ارگ و فواری آب تماما جای گرفته بودن که داد از تقلب میزدن، امروز همون کسا هستن که در اطرافشان جمع شدن. امروز به اینا وقتی که چرا خیلی وقتی که شما وقتی که تقلب قبول ندارین متقلب چرا اعضای تیم ارشد به انتخابات 2014 هستن در اطراف ریاست جمهوری و ارگ ریاست جمهوری هم دیده میشه. آقای امرخیل از کیه؟ آقای امرخیل از کیست؟ در کمپاین هم نیست. آقای امرخیل از شوری نیست. تیم ستاد هم آفرین مشاور است. آفرین دقیق است مشاور. خب آقای امرالله صالح نگفت؟ آقای امرالله صالح، آقای امرالله صالح که اینا رو تکمیل کنه بود بعد از آقای جمال زاده. شما تا دیروز گفتین که امروز مثلا آقای امرخیل میگن. آقای امرخیل اگر شما اگر کمپاینش در یک کمپاین اگر حضوران دیده باشین ثابت بسازین. تیم عملا مشاورین فعلا ریاست اجرایی با امکانات تجهیزات نظامی که دولت به خاطر مسئولیتش داده مردم هم میخواین دعوت میکنن امکانات میتن پول خرج میکنن مردم کمیسیون را گروگان گرفتن. چون مردم وقتی شما صحبت میکنین حتما انتظار داره که باید بفهمن کی است. دقیقا وقتی میگین که افراد متهم در انتخابات 2014 در اطراف رئیس اجرایی مشخصا کی است؟ ما عکسایشان مشخص آوردیم. نام بگیرین لطفا. آقای جناب نامایشان فراموشم شده در بلخ بودن مثلا آقای ایشان شمس مشخص هستند در اون دروازی کمیسیون تا این دمه اونجا بستر انداختن. چرا اون یاد نداره مشخص به چشم مردم میدرین؟ تا دیروز تمام کمیسیون ها قابل قبول بود، در ملو قابل قبول بود. امروز یونمایی که به خاطر جامعه و دنیا مثلا تماما در تماما پروسه انتخابات دنیا را مدیریت میکنه، امروز تماما اونا کارکردهایشان و در افغانستان همچنان ما و شما ثابت هستیم. امروز یونا ما مورد نقض قانون مطابق از اینا قرار میگیره، هم کمپانی تمام ستاده. من نمیفهم ادعاهایی که به اساسی که امروز ادعا میکنن به خاطر چی هستن؟ چرا به قانون تن نمیتن؟ اگر چون به قاعده قانون مثلا انتخابات قبول نداره، لطفا ما و شما مردم افغانستان از این بیش صبرش سوء استفاده نکنیم. و مردم در چی حالت و پای صندوق های رای رفتن امروز میخواین باعث نگرانی تماما. امروز تماما عملکردای تیم ستاد انتخابات ثبات همگرایی مطابق تر تقابل قانون ده قانون انتخابات و کود جزا قرار دارد. من هم میفهم چرا. خب یک مورد دیگه که اینا از لوی سارنولی خواستن تا در مورد آقای دانشیار تصمیم بگیره، کجایش فکر میکنین خلاف قانون است؟ و اگر ما به این مشکل خاص نداریم، کمیسیون انتخابات و دارالانشای کمیسیون و هیئت اداریشان مسئولیت دارن. اگر واقعا آقای دانشیار اسنادشان جعلی بوده باشن، محاکم و ادارات عدلی و قضایی در اختیارشان هستند، اینا مراجعه میکنن، حقشان اقدامشان قانونی هستند. اگر مطابق قانون باشن ما از این به این کدام مشکل نداره. شاه حسین مرتضوی حمایت کرده اتفاقا. شاه حسین مرتضوی چنان شما هم حالتانو ثابت نکردین که آیا او تذکره در اونجا ثابت شده. کمیسیون مطابق اسناد شواهد رسمی کارمندان استفاده کرده. شاه حسین برات داد آقای همدر. البته پاسخگوی این موضوع ریاست ثبت اول نفوس هستند، مراجعه بکنن در اونجا راجع بکنن. اگر واقعا یعنی تصدیقی از شما موافق پیگیری موضوع هستن، ما مشکل خاص نداریم. هر کسی که تقلب میکنن تخطی میکنن به پنجه قانون باید سپرده شوند و و, و و و او بررسی شود تا اینکه هر کسی که امروز تخلف کردن باید مجازات شود. تشکر. پیش از اینکه روی پرسش های دیگه بپردازیم، مشخصا واکنش کمیسیون مستقل انتخابات در مورد آقای دانشیار چیست؟ دیدگاه کمیسیون است که یک دایی وضعیت حساس برای کمیسیون مستقل انتخابات و برای کشور یک مسئله سیاسی است و شما امروز ما هم شاهد همین کنفرانس مطبوعاتی بودم، گفت که جلکاری کرده. ما و شما حد یکل تحصیلات عالی داریم، تا
تا وقتی که ثابت نشه و چطور شما با یک شخص میگید تو جالکار هستی؟ با کدام اساس؟ یعنی آلی ما تصور باید بکنیم، ما همی کلی کارایش ازی باید ما محاسبه کنیم که وقتش این مسئله تالی واضح نشده، این تذکرهش تالی از طرف اداره سفت اول نفوذ با مردم معلومات داده نشده، چطور شما خطاب میکنی با یک شخص جالکار؟ اول مسئله دوم، هر شخصی که قانون نقص میکنه، مثلا جالکاری میکنه، هر کاری غیر قانونی، کمیسیون مستقل انتخابات از او دفاع نمیکنه. یعنی در حال حاضر کمیسیون انتخابات طرفدار پیگیری موضوع است یا نیست؟ کمیسیون معلوماتی که از طرف جناب دانشیار سی بر رهبری کمیسیون و همچنان بر رسانه ها داده شده است که تذکیرهش موجود است، سن قانونیش در تذکیره تکمیل است، اداره سفت احوال نفوذ وجود داره، اینا میتونه که تشریف ببره به اداره سفت احوال نفوذ ببینه در کندهش که آیا این تذکره جال شده یا اصلی است. پیش از اینکه ما بریم به طرف اداره سفت احوال نفوذ یا این مسئله واضح شوه، ما به یک شخص جالکار میگیم که درست نیست، عادلانه نیست. مسئله دوم، اگر در 27 ولایت ما تفتیش و باشماری با امی طرز العمل و لایحه موجودی که در کمیسیون مستقل انتخابات است ما انجام دادیم، 7 ولایتی که اینا اجازه داده، در این 7 ولایت تفتیش و باشماری با همیش طرز العمل و همچنان لایحه موجود در کمیسیون که است انجام میشه. هیچ نوع تفاوت بین 7 ولایت و 27 ولایت در شیوه کار، در منشای قانونی، در حقوقی هیچ تفاوت وجود نداره. چطور یک مرحله با شما قانونی است، یک مرحله به شما قانونی نیست؟ خب چی تضمین وجود داره آقای حق پرست که در صورت تکمیل شدن روند بازشماری 7 ولایت دیگر، کمیسیون میتونه نتیجه را اعلان بکنه و مخالفت ها و اعتراضات ثبات و همگرایی و سایر ستادها مانع اعلام نتیجه نمیشه؟ مطابق قانون انتخابات ماده 4 ما میریم به طرف اعلان نتیجه ابتدایی. نتیجه ابتدایی تاریخ شامی است وقتی که جمع‌آوری آرای 34 ولایت تکمیل شوه. قانونا کمیسیون حق داره، صلاحیت داره که نتیجه ابتدایی را اعلان کنه. اگر در اعلان نتیجه ابتدایی بین نتیجه ابتدایی و نتیجه نهایی ما 15 روز وقت داریم، این 15 روز وقت داده شده به این خاطر در قانون که اونا بتانه شکایت خود را ثبت کنه به کمیسیون مستقل شکایات و کمیسیون شکایات در 15 روز به این شکایت رسیدگی کنه و فیصله نهایی خود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنه. پیش از اینکه ما بریم به طرف تظاهرات، مثلا حرکات سیاسی، مثلا کمیسیون بگوییم که کمیسیون استقلالیت نداره، کمیسیون تقلب کرده، ما فکر میکنم که این عادلانه نیست. در قانون پیش بینی شده کمیسیون شکایات، ما در 34 ولایت تقریبا یک ولایت بغلان مانده، بغلان هم به پایان میرسه فردا، در جریان فردا بعد از او گزارش از طرف دارالانشا به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه. کمیسیون رهبری کمیسیون یا بورد کمیشنر صاحب سری همین گزارش تصمیم میگیره و قانونا ما میریم به طرف اعلان نتیجه ابتدایی. تشکر بیننده های گرامی، ادامه برنامه هم تا لحظات دیگر. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای ناطقی، سرانجام نتیجه گیری شما چی است؟ اطمینان کمیسیونی است که بالاخره نتیجه را اعلان میکنن با تکمیل شدن روند بازشماری 7 ولایت. چی میکنین؟ دوباره حرکت های در عدالت خانه را آغاز میکنین؟ صحبت های کمیسیون همیشه تناقض وجود داشته بوده. نمونهش در تولونیوز چند شب پیش، خانم رحیمه ظریفی چند بار تکرار کرد، مژده میپرسید که شما گفتید ما اعلان نتیجه میکنیم، ولو که اینکه 7 ولایت هم برای ما اجازه با شما رو داده نشد. گفت نه، هیچ وقت. خب به هر حال این تناقض گویی وجود دارد. نتیجه ای را که اینا اعلام میکند، خب آقای حق پرست مستند کرد به ماده 4 قانون انتخابات، بند 17 18 19 مسلسل به صورت طولی می مشخص میکند، اولیه، قسمی و ابتدایی. اینا را بیایم اگر از لحاظ حقوقی بیایم بررسی بکنیم، هر کدامشان مقدمه هست برای ما بعد، چه نتیجه قسمی و چه نتیجه ابتدایی. اینا تصریح داره
نتیجه ابتدایی، نتیجه ابتدایی چی وقت است؟ نتیجه ابتدایی زمانی است که تمام اطلاعات جمع آوری شود و قبل از اعتراض کامل شدن این هفت ولایت کامل میشه روند جمع آوری کامل از نظر اینا میشه. اون نتیجه بارشماری که ناظرین حضور نداشته بوده، مخالف قانون اینا میگه که بارشماری که ما انجام دادیم مطابق قانون بوده. گفتم که قواعد و ضوابط حقوقی را که متاسفانه اینا بلد نیه، مطابق اونم تخلف و جرم مشروط که نیاز نیست که ما میرفتیم با کمیسیون سم شکایت اعتراض میکردیم، شکایت میکردیم که یعنی مشخصا خاص حسابات اینها برای چی است؟ یعنی دوباره با شماری شد آفتاب کرده روشن بود که اینا قانون نقض میکنه، سقف مشخص نمیکنه، سرنوشت 300 هزار رای را اینجا عمو حرفی که قبل گفتم که سالی به انتفاع موضوع، یعنی ما موضوع را اصلا تحریم کردیم، اصلا ما با شماره نمیپذیریم. یک جمله در رابطه ای که آقای حق پرست میگه، آقای حق پرست لطفاً مستند مستدل حقوقی را پاسخ بدیم. میگه که کمیسیون مستقل انتخابات مخالف قانون نبوده. 250 فرم نتایج که در قندهار میره آقای کی اعلام کرد؟ آقای مولانا اعلام کرد، در حالی که بقیه کمیشنرا از او اطلاع نداشتن، یک نفر دو نفر اطلاع داشتن، بقیه یعنی در یک توافق کل فرستاده نشدن. اینا بر چه اساسی فرستاده میشه؟ لطفاً اینا پاسخ بدین. 1300 دستگاه بایومتریک که از طرف در رئیس دارالانشا چند پیش در دسته انتخاباتی سواد و همگرایی که فردا بیایید، 1300 دستگاه بایومتریک بر اساس او فیصله 104 105 که نام مستند میساده مورد باشماری قرار بگیره. وقتی که دسته سواد و همگرایی تماس میگیره با کمیشنران کمیسیون سم شکایات، کمیشنران بقیه کمیشنران مستقل انتخابات، مگه اطلاع نداریم؟ یعنی چی؟ یعنی دوتیه، یعنی دسیسه، یعنی خودکاری، یعنی یک چیزی که مخالف قانون ایام حرکت میکند. این رو پاسخ بدیم. خب باشماری مجدد در پکتیا، شما آمدید گفتید که 27 ولایت دسته ثبات و همگرایی باشماری قبول ندارد و باشماری مجددی که اینا میخواهی مخالف قانون است. چرا باشماری دور دوم که تلونیوز اعلان کرد در پکتیا میره، یک دفعه باشماری میشه، بازم دستور میده چند محل شده به باشماری یک مطابق کدام قانون است؟ تلونیوز اعلان کرد مطابق کدام باید، مطابق کدام طرز العمل است؟ خب یکی دیگه عمید تفاوت و اختلاف دیدگاهی که در بین کمیشنرها وجود داره معنایش چی است؟ معنایش ای است که مخالف قانون نیست، مطابق قانون نیست، موافق قانون نیست، یا برای هر کدامش یک قانون، یک لایحه و طرز العمل خاصی تعریف شده، نه که چنین چیزی نیستن. تشکر آقای ناطقی، فرصت شما تمام است. در رابطه با اعلان نتیجه، این نتیجه رو اینا اعلام بکند ما به هیچ وجه نمیپذیریم، به جز از اینه که 27 ولایت را مورد باشماری مجدد قرار بده و علاوه بر او خواستی که ما داریم، خواست خلاف مطابق قانون، مطابق لایحه، مطابق طرز العمل، سقف آرا مشخص شود و 300 هزار رای با توجه به اینی که کمیسیون سم شکایت هم را بپذیره، تایید بکنه، جامعه جهانی، نهادهای ناظر بین المللی هم بپذیره. اتفاقا در باشماری میان اینا که میگه که مخالف قانون نیست، مطابق قانون، نهادهای فیفا و تیفا، خود شما دیدید اعلامشون، دیدن که تشکر. روند باشماری مطابق و تشکر. از مسیر قانونیش خارج شده بوده. آقای همدر، سرانجام چی کار باید صورت بگیره؟ حالا اگر نتیجه را کمیسیون انتخابات هم اعلان بکنه، باز هم ثبات و همگرایی این نتیجه را نمیپذیره، راه حل چی است؟ ما از توقع ما از کمیسیون های انتخاباتی خواهش ما تیم دولت سازی است که آن چیزی که مطابق قانون طرز العمل کارهای خود را پیش ببرند. در این شک نیست، انتخابات یک برنده داره و هر تیکتی که کاندید کردن کلشان برنده اعلان شده، نمیتونه یک چیزی از واضح و آشکار است. اما بنابر ما در کل کسایی که امروز شامل تیکت شدن باید بهتر از مقایده بازی را رعایت بکنند. مردم افغانستان و اگر این اعتراضات تأثیر گذار بود و کمیسیون موفق به اعلام نتیجه انتخابات نشد، باز کمیسیون ماموریت خود انجام بده، حکومت افغانستان باید در کل اوضاع را بررسی بکنند، مدیریت بکنند. هر کسی که هر تیکتی که قانون شکنی کردن امروز مطابق قانون علیهشان استاد دگی صورت میگیره، در این شک نیستن. اگر ما بگیم که اگر نگران از تیم مشخص داشته باشیم یا هر تیمی که باشه، ممکن است چون حکومت هم بخشی از ستادهای انتخاباتی است، حکومت تا هنوز هیچ نوع در کارهای کمیسیون اعمال نفوذ صلاحیت نکردن و در کل کارهایشان تیج تشکیلات کمیسیون یگانه خودگذاری که توسط حکومت اوضاع را باید مدیریت بکنه، مفهومش چی است؟ مفهومش عزیزتن یعنی حکومت افغانستان قوی مثلا اجرائیه و بخشای مختلفشان حضور دارن و خواهی نخواهی
کشورهای منطقه امروز ما شاهد هستیم که شامل انتخابات ما کار میکنن که انتخابات نتیجه نداشته باشه با یک بنبست بره. دشمنان مردم افغانستان هر لحظه در حالت دسیسه ساختن هستند. بوی برآمدن انتخابات یعنی از قدرت در برابر اعتراضات استفاده کنه. هدف مزیستن که حکومت مسئولیت داره، هر بخششان مطابق قانون و مطابق هیئتی صلاحیتشان مشخص هستند، کمیسیون همچنان و مطابق طرز عمل کارشان را پیش ببره، هیچ نوع مشکلی نیست. اما تماما ستادها باید امروز بهتر است که آن چیزی که قانون براشان صلاحیت داده و هر نوع اقداماتشان مطابق قانون باشه، هیچ نوع مشکلی نیست. مردم افغانستان منتظر نتیجه خودشان هستند. ما نمیتونیم هم کمیسیون هم که چندین بار نقض قانون کردن در مورد اعلان مثلا نتیجه توسط برخی از و بحران بردن ستادهای مشخص تشکر. اما هرچی عاجل باید به مردم افغانستان شریک شد. پرست چی میکنین؟ خب اول خب برای کمیسیون مستقل انتخابات مهم است که مشروعیت نظام انتخاباتی همچنان از لحاظ قانون از مردم افغانستان گرفته میشه. یعنی این بار اعتراض ستادها برای شما مهم نیست؟ یعنی صاحب نظام انتخاباتی یا این پروسه ملی اصلا مردم افغانستان است. در این شکی نیست که یک از طرف های بسیار مهم تکتای انتخاباتی است. اما تکتای انتخاباتی، برخورد تکتای انتخاباتی، تعهد تکتای انتخاباتی و همچنان ارتباط تکتای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات باید در قالب قانون باشه، نه بالاتر از این. و با ما هم مهم نیست که 18 کاندیدی که ما در لیست داریم، 18 کاندید قناتش حاصل شو برای کمیسیون مستقل انتخابات. مهم است که ما بریم به طرف تطبیق قانون. ما بریم یعنی این بار واقعا کمیسیون اراده به خاطر اعلام نتیجه ابتدایی داره؟ در این شکی نیست. تا قیامت کمیسیون نمیتونه که این پروسه را دیگه هم زمانگیر کنه و جا داره که ما تشکری کنیم از مردم افغانستان که بسیار با حوصله مندی تا آن منتظر اعلان نتایج ابتدایی و نهایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات است. ما هم خواهان شفافیت هستیم مطابق قانون، اما پیام کمیسیون است که تکتای انتخاباتی زیاد بی باور سر کمیسیون مستقل انتخابات نباشه و همچنان رسیدگی به شکایات خود، رسیدگی به اتهامات خود، رسیدگی به مسائل حقوقی خود مراجعه کنه به کمیسیون شکایات، نه به اعتراضات سیاسی. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های عزیز. از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.